که هر ساعت بخواد خواهرش سرویس میکنه از بالا میشه پایین. دموکراسی جامعه آزاده، جامعه بازه. چی میگه آقای نیکولاس سرکوزی؟ پدر سوخته بود یا به خواهرت سرویسه. آقای مکرون الان خوب کار نکنه، فرضا ترتیب داده افراد. چون ببین نه تنها ایران، من قبلا در مورد ایران، الان خارج از کشور دنیا بوت نداره که، دنیا بوت نداره، هیچ کشور دیگه بوت نداره، فرانسه شاردگان نداره، فرانسوی میتران نداره. هر کی بیاد فرداش خرابش کنن که بندازنش. این جامعه بازه، بوت نباید داشته باشه، بوت که نبود. حالا بلومبرگ این بحث وادشون بعدم اینا تو نره، برای که میتونن همه رو خلق کنن بیارن تو چتر برای خودشون. رسانه تا بقایی همه رو زاهب رسانه میبرن. اگر رسانه بقایی ببر رسانه میدن بهت بری حل کنی. بعد رسانه چی میدن؟ حقوق بشر، انسانگرایی، سوسیالیست را. اینا هم که همه تو دوست دارین که میرن دنبالش، ولی نمیفهمی که بابا این سرنخش دستی گورگ سایروس. بعد ببخشید خوشبخت عزیزم، عشق من، ماه من، بهت نشون دادم که 600 700 تا ONG-های جهان مال همین نظم نویل جهانیه. خود اینا هم مبرن، هم مدوزن، هم بیه مفروشن، هم بوم مفروشن، هم میگن برای حقوق بشر چرا این کاری کردی، خارج سرویسه. همه میگن که خب حالا سرویس کردی، اسلحه میخوای بیا اونجا، میخوای جنگ. اینا درس میخواد که بایستی ساعت ها صحبت کن. اما بلومبرگ اخیرا اعلام کرده، این گزارش میبینید که افغانستان داره هزاران نفر رو دم مرزهای خودش با سلاح‌ها و تجهیزات نظامی که از امریکا به ارث برده آماده میکنه برای حمله به ایران، و صدها تن کامیکاز یعنی نیروهای انتحاری هم آماده کرده که از بعد میان تو ایران همینجور بترکنن، همینجور بترکنن. از اون طرف هم که شنیدید امریکایی‌ها نیروهای زیادی رو در منطقه خلیج فارس همیشه که پاش پیاده کردن، برای اینکه ایران دیگه الان نت شد با انقلاب و با فلان و اینا. ایران طعمه بزرگیه برای اینا، اصلی ترین طعمه لقمه ایرانه. اطرافش هم که تمام همسایه‌اش دشمنشن. یک عمران خانی هم بود اومده بود توی پاکستان، این چند بر رفت ایور از جمله عربستان سعودی رفت، از جمهوری اسلامی از ایران دفاع کرد و دعا و تو خود ایران اومد گفت با زبان فارسی بوده، یه استعماری ها آمدن زبان ما رو عوض کردن، زبان فارسی بوده و تو محمد فارسی هم میزدین زبان رو. اینا این هم دیدن این هم یکم دومی جنبونه جامعه باز، جامعه دموکراتیک ترتیب شد، دادن تفلی رو انداختنش زندان. مثل مشه کساب رئیس جمهور اسرائیل، رفیق ما، همشهریم، هم خب یزدم با ما همشهری، الان مثلا ناراحت نشه میشه دیگه، یزدیه، مادر چقدر خوبی داره این موسی قصاب، مشه کساب رئیس جمهور سابق اسرائیل، مادرش هم چه قشنگ فارسی حرف میزنه. من پخش کردم برای شما، این مادر هست که او فرزند میسازه که مهاجرن ولی میره اونجا میشه رئیس جمهور. چه بلایی سرش آوردن همون مشکساب بیچاره رو، گفتن این زنه باهاش رفته لاست داده. حالا تو ایران که همه باجناق بازن، که تو ایران که درآمد که اینا ایرانی اصلا شیخ و مولا شما نمیدونید، ما که میدونستیم شیخ و مولا از به چه طلبگی که هستن همینجور کارشون هست تا بزرگ میشن. حالا این گزارش رو ببینید که نیروهای افغانی آماده، یادتون نره افغانستان که میگیم ملت و مردم افغانستان، چه پشتون چه ازبک چه هزاره هرچی اینا نیستن. این طالبان که در اونجا حاکمن، ظریف و روحانی اینا رو اونجا به قدرت رسوند، گورگ سایروس اونجا اینا رو به قدرت رسوند، از پاکستان آمدن، از کشورهای عربی آمدن، پاسپورت افغانی گرفتن، به افغانستان کار میکنن. مثل درست تو ایران خود ما، تو ایران خود ما مگه ایرانی است که میاد دختر ایرانی کتک میزنه؟ مگه ایرانی است که میاد اونجور بیرحمانه با مادر بچه های ما رو میکشه و اعدام میکنه؟ اینا هم بیگانه، اینا هم افغانی، ما با افغانی برادر ماست، افغانی پاره تن ماست، آریانا آریایی پاره تن ماست. اینها استعمار و نوکران استعمار هستند. اینو یادتون نره. ببینید ایران به زودی جنگ، درگیری، انفجارات زیاد. این خبر بدی رو خواستم بگم. هزار سال است که به گوش بشر میخوانند جهان کارگاه خداست. یکی میگه شیطان فریبت میده، یکی میگه دوزخ پر از اژدهاست. میگن که خدا مهربان است، ولی هزار سال است از بهشت رانده ایم. یکی دیگه یک سیب چید از درخت، ما باید که تاوان شب پس بدیم. در این اتحادی که حتی خدا گهی دشمنی هم اخبار و تاو ندادیم معامله میکنیم. در هلمند دو نیست که نماز لوگاری شریف بر شب پاک میبره، خو اختار نت ما میترسیم باز. أنا ياك بوشكا بخدمات فرنسا. وفقا للمعاهدة هذا حق طبيعي لإيران، وإذا لزم الأمر سنستخدم أدوات الضغط لإجبار ذلك القسم من الهيئة الحاكمة الأفغانية الذي لا يتعاون بشأن منح إيران حصتها المائية من نهر هلمند. حیثیت مجاهد امارات اسلامی و سرباز اسلام برای ایرانیان و نظام مفسد ایران، از دوران استعمار نیستیم که در برابر شما گذشت کنیم و تضرع سرخم کنیم. البته شما باید است که مدیون حوصله‌مندی بزرگان امارات اسلامی باشین. در غیر از این اقویم داشته باشین که بسیار با شوق و علاقه بیشتر از جهاد در برابر استعمار آمریکا در برابر شما پایین گنگیده. شما و آنچه که حق ماست از این کمپانی بلومی هست، این کمپانی با جورج سوروس اینا با هم و با کمپانی دیگه بلاکرو که بهتون گفتم، اینا هم با هم یکی هستند. یعنی یک کمپانی فایننس نیست، مثل که بانک های زیادی هست ولی اینا در اتحاد هستند. این بابا مایکل مثلا 1981 که سقوط شاهنشاه بود و آخونده آمدن اونجا و فلان، اینا دکونهاشون رو وا کردن و با همین پول نفت و فلان اینا میلیاردر شدن تو دنیا، الان جهان هم دارن میگردونن. بعد به